مهناز افشار، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما، در 21 خرداد 56 در تهران به دنیا آمد و اصالتاً تهرانی است. این هنرپیشه دغدغه‌مند اجتماعی با رفتن به کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان نخستین بار در سال 1377 با سریال گمشده در تلویزیون پا به عرصه بازیگری گذاشت. نخستین تجربه سینمایی مهناز افشار فیلم دوستان بود، اما وی با ایفای نقش در فیلم شور عشق به همراه بهرام رادان به شهرت رسید. شور عشق تنها فیلم در تاریخ سینمای ایران بود که جایزه زرشک طلایی نصیبش شد، اما برای مهناز افشار اتفاقات بزرگی را رقم زد. خانم سحر برومند، آیا حاضری شما را به عقد دائمی کیان همتی 20 ساله ساکن تهران در بیاورم؟ وکیلم؟ چشم رو فکر آبروی ما رو نکرد. تقابل میان عقل و عشق. هر چی گفتی گفتیم چشم، هر کاری خواستی کردی، هر فرد خودت بود، کی میخوای دستت منم ات برداری؟ ببخشید آقا، شما از کنار خانم باید باشین، یه جای دیگه بشین. آخه برای چی؟ ما خطایی کردیم. شما چه نسبتی با خانم دارید؟ دلم نمیخواد جوابتو بدم. عجب، پسر شما دست دخترمو گرفته رفته، انتظار دارین که بزنم زیر خنده؟ میدونی اگه دست پدرم این برسی چیکار میکنه؟ منو میکشه، میفهمی؟ بچه ای که سر خودو بدون اجازه بزرگتر دست به این کارا میزنه باید بره پیکارش، باید بره هر غلطی که دوست داره بکنه. بیداری برای اثبات دوست داشتن. دلیل شباهتش به خواننده پیش از انقلاب خانم فائقه آتشین، سوژه اول سینما و از تاثیرگذارترین چهره‌های سینمای تجاری ایران در دهه 80 شد. این بازیگر 40 ساله در بیش از 40 فیلم، اعم از فیلم‌های گیشه‌ای تا هنری، به ایفای نقش پرداخته که مهمترین آنها خاکستری، نگین، کما، سالاد فصل، آتش بس یک، محاکمه، رئیس، تسویه حساب، دعوت، سعادت آباد، برف روی کارچ ها، پل چوبی، نهنگ انبر یک و دو، خانه در خیابان 41، ارادتمند نازنین بهار تینا و دارکوب می باشد. وی در یک سال گذشته نیز هفته یک بار با سریال نمایش خانگی عاشقانه میهمان خانه ها بود. عده‌ای کارنامه بازیگری او را از فیلم سعادت آباد به بعد در نظر می گیرند، چرا که افشار در این فیلم بسیار درخشید تا جایی که برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شد. البته وی با نقش کوتاهی در فیلم سالاد فصل فریدون جیرانی نشان داد که توانایی‌هایش بسیار بیشتر از ایفای نقش‌های تجاری است. البته باید بپذیریم با بازی در آتش بس مهر تایید خود را در بازار گیشه زده بود. وی تا کنون علاوه بر سیمرغ برای فیلم سعادت آباد برنده جایزه بهترین نقش اول زن از انجمن منتقدان برای فیلم برف روی کاچا و فیلم طبقه سوم برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از بخش نگاه نوع جشنواره فجر برای فیلم برف روی کاچا و برنده تندیس بهترین بازیگر زن از جشن دنیای تصویر برای طبقه سوم شده است. افشار معتقد است بازی رئال خیلی سخت‌تر از انواع دیگر بازی هاست. او از حضور در فیلم دعوت ابراهیم حاتمی کیا به عنوان اتفاقی بزرگ یاد می کند. همچنین کاراکترهای خاکستری را
به نقش‌های کاملاً مثبت و منفی ترجیح می‌دهد و خاکستری بودن یک کاراکتر را کمکی می‌داند که تماشاگر را تا انتهای فیلم می‌کشاند و منتظر کشف جدیدی است. قرار بر این بود وی در سریال شمس العماره به کارگردانی سامان مقدم که از سریال‌های پرمخاطب در سال 88 بود بازی کند، اما به دلیل جراحی دهان و دندان انصراف داد. این هنرپیشه پولساز زمانی که فیلم‌هایش را می‌بیند احساس رضایت نمی‌کند. جنجال‌هایی که به دنبال مهناز افشار آمد. مهناز افشار در سال 93 تبدیل به یکی از خبرسازترین چهره‌های رسانه‌ها شد. وی در خرداد 93 با یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ازدواج کرد. افشار در سال 94 صاحب دختری به نام لیانا شد که در کشور آلمان به دنیا آمد و حواشی دیگری را برای این بازیگر رقم زد. او در زمینه ی حاشیه، شایعات و قضاوت زندگیش از سوی مردم می گوید سالهای اول به خصوص زمانی که دخترم به دنیا آمد از یک سری مطالب و حواشی آزرده شدم، اما از جایی به بعد گفتم من نمی توانم تمام عمر را برای اثبات خودم زمان بگذارم. ما در یک مملکتی زندگی می کنیم که همین الان من می توانم به شما بگویم دوست. اما همه این آدم ها این حرف را بشنوند از من نمی خواهند ادعایم را ثابت کنم، برعکس از شما می خواهند ثابت کنید که دوست نیستید. شما چطور می توانید صورت مسئله ای را که از پایه اشتباه است ثابت کنید؟ مهناز افشار از جمله بازیگرانی است که نسبت به پدیده‌های سیاسی و اجتماعی روز بی تفاوت نیست و واکنش نشان می‌دهد. فعالیت‌های وی برای سر و سامان دادن به کودکان کار، پیشگیری و کنترل کودک آزاری و کودکان بد سرپرست بسیار مؤثر و قابل تقدیر می‌باشد. وی در اسفند 86 در جهت حمایت از کودکان کار بخشی از دستمزد یکی از فیلم‌هایش را به آموزش این کودکان هدیه کرد. همچنین در آبان 91 کنسرت خیرخواهانه روزبین متولاهی را به تهیه کنندگی خودش در مرکز همایش‌های برج میلاد برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان برگزار کرد. وی به عنوان سخنگوی پویش بد سرپرست تنها تر است طی نامه‌ای از حسن روحانی خواست تا با تشکیل گروه ویژه‌ای متشکل از افراد متخصص به وضعیت کودکان بد سرپرست رسیدگی کنند. حاصل تلاش‌های یک سالش در پویش بد سرپرست تنها تر است نتیجه داد و لایحه حمایت از حقوق کودکان در دستور کمیسیون قرار گرفت. در نشست خبری بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل کودک آزاری با حضور چهره‌هایی چون پوران درخشنده، برخی از نمایندگان مجلس در فرهنگسرای اندیشه انتقادات صریحی از مدیریت سازمان بهزیستی به عمل آورد. در پی قتل کودکی به نام رقیه بر اثر شکنجه‌های ناپدریش در اردیبهشت سال جاری، مهناز افشار به دیدن این خانواده کودک به شهر مشهد رفت. وی به خبرنگاران در مورد سفرش گفت آنچه من را از تهران به اینجا کشاند معصومیت و بی‌پناهی رقیه و رقیه هاست که توان دفاع از خود را ندارند و قربانی نزاع و خشونت‌های خانوادگی می‌شوند. می‌خواهم صدای مظلومیت این بچه‌ها باشم. وی حتی در مورد محرومیت دو بازیکن تیم ملی، حضور زنان در باشگاه، اعدام در ملأ عام و سایر مسائل اجتماعی واکنش‌های تندی نشان می‌دهد. افشار این روزها بیش از هر هنرپیشه زنی در صدر اخبار است. وی با داشتن 6.4 میلیون کاربر در اینستاگرام، 100,000 حساب توییتری و 12,000 عضو بر کانال تلگرام پربازدیدترین صفحات اجتماعی را در ایران دارد.